بحث فلک در این حدیث مشخص شده؟ با موضوع فلک این موضوع مفصلی است. خلاصه آن را ما میگوییم که فلک حضرت فاطمه اینطور برداشت کرده بود که جزء ترکه رسول الله صلی الله علیه و سلم هستش و باید به میراث بران برگردد، که حضرت ابوبکر با اون روایت حدیث معروف فرمودند که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، به مسئله پایان داد. بعد دیگه براش درست کردن روایت های جعلی که حضرت فاطمه با ابوبکر صحبت نکرد و قهر کرد. بعد خب من نمیدونم واقعا اینها دنبال چی هستن که این گونه واقعا حالا فکر آخرت هم هستن یا نیستن یا فقط به دنیای خودشون چسبن، از این دنیا هم چیزی گیرشون میاد من نمیدونم. ولی وهابی ادعا کرده که کارشناس وهابی که تو این شبکه دیدیم سخن نفرمودن پیامبر حضرت زهرا که سخن نمیگه با ابوبکر و عمر تا آخر عمر شریفش، این سند نداره و این دروغه. این واقعا نمیدونم چی باید گفت، شما صحبت کنید ما استفاده کنیم. خب خشم حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر و عمر ثابت شده و همچنین مخفی ماندن قبر شریف اون حضرت، عدم تا امروز خودش بله عدم شرکت خلفا در مراسم تشییع و تدفین تنها یادگار رسول خدا، هزینه بسیار سنگینی برای عقاید اهل سنت داره، هزینه بسیار سنگینی داره که خشم حضرت زهرا ثابت میشه بر اونها. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یغضب لغضب که و یرضا لرضا که، ای فاطمه خدا به خاطر غضب تو غضبناک میشه و به خاطر خوشنودی تو خوشنود میشه. چه مقامی داره از زهرا؟ با سند معتبر این مطلب در کتابهای اهل سنت اومده. یا روایت دیگه ای فرمود فاطمه تو بضعت منی فمن اغضبها اغضبنی، صحیح بخاری دیگه جلد 3 صفحه 1361. و خب وقتی این مطلب باشه از اون طرف و این ثابت بشه که حضرت زهرا تا آخر عمر با ابوبکر صحبت نکرده و با او قهر بوده، از دست او خشمگین بوده، اینا به هر نحوی ممکن میخوان اونو رد کنن تا به هر حال اساس اعتقادات اینها زیر سوال نره. حالا این آقا میگه این مطلبی که حضرت زهرا با ابوبکر تا آخر عمر سخن نگفته و با او قهر بوده دروغه، مطلب صحیح نیست و غلط هست. من این آقا رو ارجاع میدم به صحیح بخاری و تمام بینندگان عزیز نگاه کنن. نه اینا واقعا صحیح بخاری رو نمیخونن. میخونن ولی خب باید این توجیه کنن دیگه، اگر توجیه نکنن باید دست از مذهبشون بردارن و اساس مذهبشون به هم میرزه اگر این روایت رو بخونن و به مردم نشون بدن. اگر کتاب رو نشون بدن من روایت رو از صحیح بخاری برای بینندگان عزیز خواهیم خون. این صحیح بخاری هست، چاپ امام، نویسندهش محمد ابن اسماعیل بخاری، بیت الافکار دولیه که به هر حال مال عربستان سعودی هست. این چاپ که نگن دیگه، هر حال ایرانی هم چاپ نکردن، چاپ خود عربستان سعودی هست. در صفحه 393 از این کتاب، کتاب و فضل الخمس، باب و فضل خمس، در اینجا روایت 392 و 393 نقل میکنه که رس امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر میراث خودش رو درخواست کرد، از ابوبکر میراث خودش رو درخواست کرد، ما ترک خودش رو درخواست کرد، ولی ابوبکر گفت این رسول الله قال لا نورث ما ترکنا صدقه. بعد میگه فغضبت فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. حضرت زهرا بر ابوبکر خشمگین شد، با او قهر بود، با او سخن نگفت و قهر بود تا از دنیا رفت. صحیح بخاری حدیث شماره 393 کتاب فضل خمس، باب فضل خمس. خب این آقا میگه دروغه، پس صحیح بخاری این روایت رو جعلی و دروغ نقل کرده. روایت بعدی فقط در همین جا از صحیح بخاری نیست، صحیح بخاری باز حدیث شماره 42 41، من این روایت رو هم پیدا کنم، حدیث شماره 42 41، این باز صحیح بخاری. اگر دوستان تصویر صحیح بخاری رو نشون بدن، صفحه 42 41، حدیث شماره باز 42 41، حدیث شماره 42 41، صفحه 803 از این کتاب نشون بدید. بله. تمام درسته الان؟ بله. باز همون روایت هست، فوجدت فاطمت و علا ابی بکر فی ذالک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیه.
حضرت زهرا از ابوبکر با ابوبکر قهر بود، بر او غضب کرد، با او سخن نگفت، با او قهر بود تا از دنیا رفت. این در صحیح بخاری هست. باز روایت بعدی شماره 1759 هست در همین در صحیح مسلم. البته دو روایت شما دو روایت در صحیح بخاری خوندیم، البته روایت دیگه هم هست. هست حالا ما برای اینکه ثابت کنیم فقط در صحیح بخاری نیست، از صحیح مسلم هم یه روایت در این باره نشون میدیم، حدیث شماره 1759 از صحیح مسلم. بله دوستان اگر باز صفحه کتاب رو نشون بدم، ما این رو دوستان نشون میدیم. بله جلد کتاب هم بله جلد کتاب صحیح مسلم و هو المسند الصحيح المختصر من السنن به نقل فلان فلان عن رسول الله. این صحیح بخاری صحیح مسلم هست، دارالفکر بیروت لبنان، صفحه 887 از همین کتاب هست. باز همون روایت هست، فوجدت فاطمه و علی ابی بکر فی ذلک قال فحجرته فلم تكلمه حتی توفیت. در جاهای دیگه از صحیح مسلم هم همین روایت تکرار شده، در جاهای دیگه صحیح بخاری هم هست. این آقا میگفت دروغه، پس صحیح بخاری این همه دروغ در خودش نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين